از دکتر موسی نوری، کارشناس مسائل سیاسی از ایسی ایتالیا، پیرامون این خبر دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر نوری، با سلام و عرض ادب خدمت شما. آقای دکتر، با توجه به گزارش اوچا، به نظر شما چه راهکاری برای حل مشکل نیازمندان افغانستان و توجه بیشتر سازمان امدادگر و مؤسساتی که فعالیت‌های نیکوکارانه انجام می‌دهند وجود دارد؟ بفرمایید. عرض سلام و خسته نباشید دارم به شما و بینندگان محترم شبکه امام حسین. ممنونم. گزارشی که اوچا منتشر کرده واقعا ناراحت کننده است. یعنی در حدود حالا 20% اون بودجه‌ای که باید در اختیار نیازمندان افغانستان، کمک‌هایی که در اختیار نیازمندان افغانستان قرار بگیره تأمین شده و این خیلی میتونه ناراحت کننده باشه برای نیازمندانی که فعلا در افغانستان واقعا نیازمند هستند. به نظر من این مسئله بیشتر برمیگرده به دولت طالبان که الان روی کار است. جز اینکه دولت طالبان به خواست جامعه جهانی تمکین بکنه و یک دولت فراگیر و در افغانستان تشکیل بده و همینطور خواستهای دیگه جامعه جهانی از جمله حقوق بشر رعایت بکنه، که این روز ما در افغانستان با نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق اقلیت ها مواجه هستیم. اینها رو باید حکومت طالبان حقوق اینها رو تأمین بکنه، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و همینطور حقوق بشر به صورت کلی. و همچنین حقوق زنانی که ببینید الان هم از کار کردن در ادارات دولتی بسیاری از زنان ازشون گرفته شده و منع شدن و معاشات اونا هم در ادارات دولتی کاهش یافته و همینطور دروازه مکاتب به روی دختران بسته شده و همینطور در دانشگاه ها اینا نمیتونن فعالیت بکنن و نمیتونن درس بخونن. اینها اموری است که همه دست به دست هم داده تا اینکه جامعه جهانی اون کمکی که قبلا به افغانستان برای رفع نیاز نیازمندان انجام میداد و حمایت که از مردم نیازمند افغانستان داشت، این حمایت ها قطع شود و کاهش پیدا بکنه. اگر بتواند دولت طالبان با این اموری که برشمردیم در واقع اعتماد جامعه جهانی را به دست بیاره و دوباره اون کمک ها تا جایی در افغانستان سرازیر شود، اونگاه میتواند برای رفع نیاز نیازمندان در افغانستان مفید واقع شود. در غیر این صورت این کمک‌های بشر دوستانه‌ای که داره به افغانستان سرازیر میشه و من یقین دارم که این کمک‌ها هم به دست نیازمندان همش نمی‌رسد و بخشی از این کمک‌ها هم حکومت طالبان این کمک‌ها را برای پرسنل خودش مورد استفاده قرار می‌دهد. اینها نمی‌تواند هیچ دردی از جامعه نیازمند افغانستان را دوا بکند و نیاز اونها را برطرف بسازد. و از سوی دولت طالبان موظف است که عوائدی که دارد که از مردم مالیات اخذ میکند و همچنین عوائدی که از گمرکات افغانستان داره، اینها رو باید هدایت بکنه به سمت رفع نیاز نیازمندان در افغانستان. اینها راههایی است که میتواند در آینده اگر حکومت طالبان با جامعه جهانی همسویی داشته باشد و خواستهای جامعه جهانی را مد نظر قرار بدهد و همچنین عوائدی که در اختیار این حکومت قرار میگیره از معادن و گمرکات و اینا را اگر بتواند در اختیار نیازمندان در افغانستان قرار بدهد، شاید بخشی از درد جامعه نیازمند افغانستان دوا شود و این در واقع وضعیتی که اونا در اون قرار دارد از این وضعیت بیرون بیاید. بله، با تشکر از دکتر موسی نوری، کارشناس مسائل سیاسی از ایسی ایتالیا، که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.